درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین و همینطور درود به روان جانباختگانی که جان فدایی کردند در این قیام آبان 98 و همینطور هموطنانی که در اثر این ویروس ناخواسته و روی عدم مدیریت رژیم توسعه نامطلوب داشت و جانشون از دست دادن. البته در حال حاضر همین لحظاتی که بنده برنامه رو دارم ضبط میکنم، ما وارد سال جدید 99 شدیم و با همه گرفتاری و این ناراحتی هایی که از این ویروس در سراسر مملکت ایجاد شده یا ایجاد کردن و یا در اثر عدم مدیریت خود رژیم توسعه نامطلوب پیدا کرده، از اون نظر همدردی با همه دارم، ولی ضمناً ما نباید موضوع اصل قضیه که عبارت باشه از ویروس بزرگ و اون ویروس آخوندی و رژیم هست از مبارزه با اون غافل بشیم. عرض کنم که این ویروس همونطوری که اطلاع داریم راه مبارزش اونطوری که در گذشته هم انجام شده برگزاری مراسم تاریخی سنتی ایران هست که این بزرگترین حربه و ابزاری است که در اختیار ملت ایران هست و اون بزرگ داشته تمام مراسم تاریخی از جمله چهارشنبه سوری و نوروز و سیزده بدر و بقیه ایام بزرگی که اینها در ظرف این مدت 41 سال خیلی تلاش کردن که بتوانن این حربه بزرگ رو از دست ملت ایران بگیرن، ولی خوشبختانه تا به حال ناموفق بودن. بنابراین جا داره که ما همزمان با اینکه ابراز تأسف میکنیم از اینکه بسیاری از هموطنان ما جانشون دست دادن، ولی از طرف دیگه هم ما باید سال جدید و خدمت همه بینندگان عزیز خجسته باد عرض بکنیم. حالا اگر در این زمینه وقتی باقی مون، در انتهای برنامه من راجع به دو مسئله، یکی راجع به همین بیانیه که در این زمینه صادر شده از طرف جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران البته به اسم بنده، و همینطور یه مسئله ای که من مدت ها میخوام نبو طرح بکنم با بینندگان عزیز و فرصت نشده، و اون یه بررسی راجع به این مصیبت که گرفتار ملت ایران شدن در ظرف این 41 سال، راجع به این مصیبت و چه کسانی عوامل اصلی بودن. خب عوامل اصلی بسیار زیادن و همینطور شعری هست از بانو اصلا سیمین بهبهانی که چگونه این چپ و مذهب با هم گره خوردن و ملت رو به این سیاه روزی نشاندن. در هر صورت امروز من افتخار دارم که در خدمت جناب آقای دکتر هوشنگ لاهوتی هستم. ایشون استاد دانشگاه در دانشکده پزشکی سیدنی آمریکا هستند. البته بیشتر کارشون تحقیقاته، ولی تحقیقاتشون بیشتر در زمینه عرض کنم که سرطان و خونشناسی و بقیه مسائلی که اگر لازم باشه خودشون توضیح خواهند. جناب دکتر لاهوتی به برنامه خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم جناب دکتر نصر، تشکر میکنم لطف شما. سیدنی استرالیا هستن. بله عرض کنم که قدر همونطوری که از صحبت من بینندگان استنباط فرمودن، ما امروز دو تا مسئله داریم. یکی مسئله اساسی که شاید بیشتر وقت ما بر این صرف بشه و اون مسئله جهانی و مسئله سی در ایران داره کشتار میکنه و همین ویروس کروناست. ما از نظر اطلاعتون در جبهه هماهنگ مبارزان ایران از همون آغاز کار یک تیم پزشکی به ریاست جناب دکتر لاهوتی تشکیل دادیم و دوستان دیگر ما از جمله بانو دکتر مرجانه روحانی که بینندگان با چهره ایشون سیاسی و علمیشون آشنا هستند، و همینطور آقای دکتر چالوسی و بقیه دوستان دیگر، این تیم پزشکی تشکیل شده و مرتب مراتب پیگیری میکنه.
چون در این زمینه این مسئله متداومه در سطح جهانی هست، من زیاد سخن نمیگویم و از جناب دکتر داوودی تقاضا میکنم به این سوالات اساسی بنده که بیشتر در همین زمینه هست صحبت بفرمایند و به خصوص بنده رو راهنمایی بفرمایند. عرض کنم که جناب دکتر لاهوتی ضمن خیر مقدم دوباره و با توجه به این توضیح که بنده دادم و جناب‌عالی جزء تیم پزشکی جبهه مهماهنگی مبارزه مریض هستید، بنده میخواستم جناب‌عالی راجع به تمام این مسائل مربوط به این ویروس، چگونگی پیدایشش، چگونه سرایتش، راه پیگیریش، راه مبارزش و آیا درمان پذیر یا خیر، در این زمینه صحبت بفرمایید. چون این مسئله جهانی هست، پزشکان مختلف در برنامه‌های مختلف رسانه‌ها شرکت می‌کنند و خوب یه عده‌شون واقعا تخصصی در این کار دارن، راهنمایی مثبت انجام میدن و بعضی فقط به عنوان اینکه پزشک هستن ولی در این زمینه تخصصی ندارن مطالبی مطرح می‌فرمایند که غالبا ضد و نقیضه. اون چه که همه اعتقاد دارند و عمل هم داره میشه این است که مردم خودشون رو قرنطینه بکنن، در خانه بمونن و کاری انجام ندن، که حالا این پیامدهای این وضع اقتصادیشو در خدمتتون بحث خواهیم کرد. حالا من با توجه به این بررسیایی که جناب علی فرمودید میخواستم خواهش کنم که اگر بشه نظر کلیتون رو بفرمایید و بعدم بخصوص در مورد اینکه چرا در ایران واقعا نرخ مرگ و میر بر اثر این بیماری بسیار زیاده، اینو بفرمایید و بعد من یه سوالی دارم که میترسم فراموش بکنم در همین ابتدای کار عرض میکنم و اون این است که آیا این ویروس میتونه مدتی در هوا باقی بمونه و از طریق هوا به اشخاص منتقل بشه یا باید فقط در طریق تماس بشه؟ ببخشید جناب دکتر داوودی، من در خدمتتون هستم، وقتتونم نامحدود، هر چقدر خواستید در هر زمینه راجع به این صحبت بفرمایید. بسیار متشکرم. سپاسگزارم جناب دکتر نصر گرامی، تشکر میکنم برای دعوت و همچنین سال نو جدید رو به همه هموطنان تبریک میگم. با همه که ما در سال گذشته مصیبت ها داشتیم، زلزله، سیل، کشتار مردممون و هواپیما رو زدن و الان هم این ویروس کرونا که در کشورمون داره مصیبت هایی رو وجود میاره، ولی با همه اینا ما باید نوروز جشن باستانیمون رو بگیریم و مسائل فرهنگیمون رو ادامه بدیم، راه مبارزه. و به خاطر همین من هم عید نوروز رو به همه هموطنان تبریک میگم و امیدوارم سال جدید برام خوب باشه و از این بیماری کرونا، ویروس کرونا و سایر ویروس های دیگه، ویروس جمهوری اسلامی راحت بشیم. اما در مورد این ویروس کرونا که امروز میبینید که یک واقعا یک پدیده جهانیه، بر روی تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی اثر گذاشته و کشورها انتظار نداشتن، سیاستمدارها انتظار نداشتن همچین اتفاقی بیفته، چون نمیدونستن یا نمیخواستن بدونن. تقریبا این مسائل خیلی از اینا قبلا گفته شده بود، اخطار داده شده بود، ولی خب گوش نکردن تا الان که دیگه به این صورت رسیده. این ویروس چیه؟ ویروس کرونا متعلق به یک خانواده ویروس ها هستن که کرونا و بیش از 7 نمونه از اینا وجود داره. این ویروس با اون سایر ویروس های دیگه فرق میکنه از این نظر که وقتی که نگاه کردن با ویروس سارس و ویروسی که از خاورمیانه اومده بود فرق میکنه، نزدیک 80-85% شباهت داشت ولی قسمت‌های دیگرش با اون فرق میکنه. این ویروس که چجوری به وجود اومده، الان خیلی از دانشمندان صحبت ها برای اینه که این ویروس به طور طبیعی ظاهر شده و علت اینه که این به طور طبیعی، چون خیلی از این ویروس های کرونا به طور طبیعی ظاهر میشن، اما تو که ویروس سار از اون گربه سیوت که بهش میگن منتقل شد، ویروس میدلیست و خاورمیانه که از شتر به انسان منتقل شده بود و این هم جهش ژنتیکی که پیدا کرده از طریق خفاش میگن،
حالا از طریق خفاش به چه صورت بوده اونو نمیدونن، ولی نگاه به ساختارش که کردن دیدن این ساختار از اون قسمت هایی ره که میچسبه بر روی سلول، یک جایی داره دستگاه گیرنده ای داره به نام انجیوتنسین کانورتینگ انزایم 2 و یک انزایمی داره به نام فیورین. این دوتا رو که نگاه کردن دیدن فرق میکنه با اون ویروس های دیگه. از این نظر تئوریشون بر اینه که این به طور طبیعی به وجود اومده. البته خب داستان ها و تئوری های دیگه هم وجود داره که ممکنه به وسیله در لابراتوری ساخته شده باشه و از اینها بسیار زیاده و شواهدی هم وجود داره که امکان داره، ولی در حال حاضر جامعه جهانی، جامعه علمی برای عقیده است که نه، این ویروس خودش طبیعت به وجود اومده. همونطور که گفتم کسی نمیدونه چه جوری، میگن از خفاش، مطرح خفاش به وسیله یک موجود دیگری به نام پنگولین خورده شده و این در اون بازار که میفروختن پیدا کرد. این باید خیلی مهم باشه و این مسئله بسیار اهمیت داره، چون که در چین در بازارهای مواد غذایی اصلا بهداشتی وجود نداره و خیلی از مواقع دیگاه بکنیم بینید سار هم از همون از همین تا به وجود مده. خیلی از ویروس های دیگه هم بر اثر اون که بهداشت رعایت نمی کنن و هیچ گونه واقعا کنترلی هم ندارن بر روش، دولت چین نداره، اینها باعث میشه همچین بیماری های خطرناکی رو به وجود بیارن. و این هم بیشتر برمیگرده به خاطری که اینها میدونستن که این ویروس به وجود اومده. در حدود چند ماه پیش بود که دکتر لای خبر داد و گفت من همچین چیزی رو میبینم، این بیماران فرق میکنن با بیماران دیگری که دچار اشکالات تنفسی هستن. عوضی که این دکتر را تمجید ازش بکنن گرفتن کردن تو زندان و بعد از اونم که ایشون در چند هفته پیش فوت کردن بر اثر بیماری کرونا وایروس. چند هفته چند قبل دو ماه پیش بود چند تا از نرس ها مقاله چاپ کردن در این مورد که نوشتن به خاطر کمبود وسایلی که داریم نمیتونیم جلوی این بیماری رو بگیریم و این به نظر میاد جدید باشه. دو مرتبه دولت چین اینا رو گرفت و گفت که نه، شما مقالتون رو پس بگیرید و اینا مقالهشون رو پس گرفتن، گفتن بله ما اشتباه کردیم. اینجا میبینید که دولت مقصره. دولت چین از این موضوع خبر داشت، به جهان نگفت. وقتی گفت که دیگه دیر شده بود، کنترل نمیتونستن بکنن. در 3 ژانویه امسال بود که خبر دادن دولت چین که بله این مشکل ما داریم و از جامعه جهانی خواستن کمک شو بکنن. و جامعه جهانی همینطور که میبینیم خب بلافاصله شروع کردن. در این میون این ویروس، البته نمیخوام وارد داستان تشکیل ویروس ها بشن که چجوری هستن چیکار میکنن، ولی این ویروس بسیار کوچیکه. در حدود فقط میتونم بگم که اگه شما میلیون اینها رو بذارید کنار هم دیگه به اندازه یک ورق کاغذ میشه و این ویروس در هوا وجود داره، در روی سطح ها هم میشینه به وسیله شاخک هایی که داره که مثل تاج میمونه، به خاطر همین بهش میگن کرونا ویروس. این میچسبه و بر روی سلول های بدن به خیلی قوی میچسبه برخلاف ویروس های دیگه. و این ویروس از شامل تعداد پروتین ها هست اینا و نمیتونه در خارج از بدن تکثیر بکنه چون دستگاه پروتین سازی رو نداره، ویروس ها ندارن. به همین خاطر ویروس ها احتیاج به یک میزبان دارن و این میزبانشون هم وقتی خب حیوانات هستن، باکتری ها هستن، انسان ها هستن، در این مورد این وقتی وارد بدن بشه و وارد سلول های مجرای تنفسی بشه، این میاد در اون سلول روی اون پروتئین میچسبه و سلول رو باز میکنه، وارد میشه و در داخل هسته سلول تمام اون قدرت کنترل تقسیم سلولی رو به عهده میگیره، یعنی دیگه میزبان رو خنثی میکنه. و این که به مدت طولانی احتیاج داره باشه نشون دهنده اینه که این بدن در مرحله اول در مقابلش مبارزه میکنه، ولی این به تکثیر خودش ادامه میده تا اندازه که بتونه بر روی سلول های اصلی دفاعی بدن اثر بذاره، همون کاری که ویروس ایدز میکنه. تقریبا در قسمتی از این ویروس هم ویروس ایدز وجود داره و اون موقع است که شروع میکنه. حالا
این ممکنه خیلی ها بگیرن. تو اندازه که الان وجود داره شاید بیش از 200 هزار نفر فکر میکنم تا به حال در سراسر دنیا گرفته باشن و تعداد مرگ و میرش هم الان بسیار زیاده. تقریبا یه موقعی نشون داده شد 2-4% و الان به 4.4% رسیده. بعد از اینکه این کار رو کرد و شروع کرد رو دستگاه های تنفسی اثر بذاره، خب در دستگاه های تنفسی اینها شروع میکنن به اون بالون هایی رو که در دستگاه شش ها وجود داره خب از هم دیگه میپاشه و شش زخامت پیدا میکنه و نفر نمیتونه تنفس بکنه. این ویروس برخلاف ویروس های دیگه میره و بر روی جگر، قلب و روی دستگاه گوارش اثر داره، بر روی کلیه اثر داره. به خاطر همین کسانی که دچار بیماری های قلبی هستن، دچار فشار خون هستن و بله دیابتیکس هستن به خصوص، اینا در معرض خطر قرار میگیرن و اثر میذاره به این که افراد باید مواظب باشن. حالا راه مبارزه چجوره؟ خوشبختانه از اونجایی که این موضوع جهانی شده، سرتاسر کشورهای دنیا پزشکان، دانشمندان، کارخونه های دارویی شروع به کار کردن و تا امروز که من خبر دارم بیش از 60 داروهای مختلفی رو دارن آزمایش میکنن. یکی از این داروها که بسیار جالبه، چند هفته پیش همین موضوع رو متوجه بودن، یک ماده ای هست به نام کلورکوین که برای مالاریا استفاده میشه و این نشون داده شده که میتونه اثر بسیار خوبی داشته باشه و الان هم میخوان براش کنترل کنن. داروهای دیگه ای در حال هست، واکسن های رو دارن درست میکنن بر روی قسمت های مختلف کنترل انجام بدن، ولی تا بخواد اینها به بازار بیاد ممکنه طول بکشه. در این مرحله یک پدیده هست که به نام سوشال دیستنسینگ یا بهش میگن فاصله اجتماعی. و این فاصله اجتماعی چیه؟ از این که در این مراحل، در این موقع به خصوص در ایران ما و در این مراحل زمان نوروزی، مهمه که ما سعی کنیم در این از دیدن هم دیگه تا حد اندازه که میتونیم اجتناب کنیم. و درسته آدم دلش میخواد، منم خودم نوه دارم، فرزندام هستن و دلم میخواد اونا را ببینم و اونا هم همینطور، ولی ما میتونیم این روزا به وسیله مسائل فضای مجازی که وجود داره از طریق اسکایپ یا طریقای دیگه فیس تایم یا غیره بتونیم با خانواده صحبت کنیم و از این طریق این کارهایی که در سایر کشورهای دیگه کردن باعث شده مقدار پیدایش این ویروس کمتر داره میشه. و این همین خاطر همین هم است که الان کشورها فرودگاهاشون رو بستن، دارن سعی میکنن تردد نشه بین این کشور و کشورها و مرزها رو ببندن که بتونن اقلا در همون جایی که هست اینو کنترل بکنن. و این موضوع بعد طورم به مقدار مسائل بهداشتی که من نمیخوام برم چون این موقع بسیار گفته شده، برای دستشویی و همچنین موادهای ضد عفونی شما اینا رو میتونید در صفحه ققنوس که من افتخار دارم در اونجا هستم به عنوان یکی از اعضای ققنوس و شما میتونید در اونجا اون صفحه اونا رو مطالعه کنید. اطلاعات بسیار زیادی در اونجا وجود داره که به هموطنان کمک میکنه و همچنین به سازمان بهداشت جهانی از اخبارها و مطالب بسیار زیادی رو گذاشته که بتونه اینها کمک بکنه به شما. و اما در ایران ما چرا؟ در ایران ما، من به خوبی به شما میتونم بگم دوست گرامی، این که جناب دکتر نصر، آماری که از ایران میاد درست نیست. این آمار حتی 1/5 اونیه که گفته میشه. الان ممکنه بیش از 5000 نفر در ایران از بین رفته باشن و آماری رو که حساب کرده شده و دیده شده بیش از 40% از جمعیت ایران دچار این ویروس کرونا خواهند شد. دروغ نیست، درست هم هست و خواهد شد اگر که این موضوع رو مردم در نظر نگیرن. خیلی مهمه که ما میدونیم همه، بله سخت دست ندادن، سخت قبول نکردن، سخت روبوسی نکردن، ولی باید این کارها رو ما انجام بدیم و این مسئله سوشالیست. ولی از همش مهمتر به اون مسائل بهداشتی خودمون برسیم. هیچ مهم نیست کسی اگر که بخواد، البته در قسمت‌های آسیای شرقی چین مردم عادت دارن از این ماسکا بزنن، ولی در کشورهای غربی و ایران
ممکنه مردم این ماسک رو نداشته باشه، نمیخوام بزنن یا نداشته باشن، ولی اگر که ماسکی دارن، همونچه که من به خانواده خودم هم گفتم، میتونن در داخل یه تیشوی بذارن که اگر میخوان استفاده بکنن دو مرتبه تیشو رو بذارن کنار، و یا با خودشون یک نوع موادی داشته باشن که بتونن جایی رو که هست، خصوص روی سطح مسطح این ویروس هست، شما نمیبینید این ویروس ها. شما با یه دشمن نامرئی روبرو هستید. این دشمن نامرئی تو هوا هم وجود داره. خیلی ها فکر میکنن که اگر که برن در جاهای خوش آب و هوا نیست، تازه اونها داره این کار بدتر میکنن. یا اگر که برن در جنوب که هوا گرمه، این مزبین همچی چیزی نیست. اینا من به خوبی شما بگم، میگم همچی طور اصلا نیست. اینا این ویروس نه سنگینه، نه اینکه بخواد فریب بده کسی رو، و نه قریب میشناسه، نه خودی، نه پولدار، نه هیچ کس نمیفهم. دارن که میبینیم بسیاری از افرادی رو که رفتن آلوده شدن، خیلی هاشون از بین رفتن. حالا این در ایران چه جوری وارد شد؟ خب ایران با دولت چین بسیار رفتار و روابط بسیار خوبی رو دارن. وقتی اینها میان 500 نفر از طلاب چینی رو وارد ایران میکنن، و بعد اینها برمیگردن میرن چین در این موقعی که مملکت دارن عیدشون هست، و بعد برمیگردن، خب اینها این ویروس رو با خودشون آوردن. و وقتی میرن در امامزاده ها یا در اماکن مقدس دیگه ای که هست دست به او زری میزنن، این ویروس اونجاست. دست به دیوار میزنن، این ویروس اونجاست. وقتی شما هم دست بزنید، زری به واگیری این ویروس برخلاف سار خیلی فرق میکنه. یعنی اگه سار یه نفر رو میتونست آغشته بکنه، این میتونه 10 نفر رو انجام بده. اینه که ما الان به اون مرحله پاندمی که بزرگ داره نزدیک میشیم. و علتش هم در ایران یکی که دولت به مردم نگفت، گذاشت این انتخاباتشون بشه، گذاشت تا جشنشون رو بگیرن، مردم رو در معرض خطر بسیار زیادی قرار داد، نگفتن مردم به خیال خودشون الان خوبه، ول میکنن میرن مسافرت. نمیدونن آخوندی که ول میکنه از قوم بلند میشه میره در سامان، داره این بیماری رو با خودش حمل میکنه، یا میره در اردبیل، یا میره در جزیره قشم، داره این کار میکنه. اینها کشور ما رو آغشته کردن، و خطرات بسیار زیادی جناب دکتر نصر وجود داره. در این مورد مطالب بسیار زیاده، من نمیخوام زیاد الان وقت بذارم، چون مطالب دیگری هست که باید صحبت کنیم. ولی این ویروس رو من مقصر دولت چین و دولت ایران میدونم که به مردم اطلاع ندادن، هنوز هم آگاهی نمیرسونن، هنوز هم مردم رو از خطر آگاهی نمیدن، حتی موقعی که وزیر بهداشت شدن از بین رفت. پس ببینید اینها همه برمیگرده به کمبود آگاهی، و واقعا این دولت که در ایران وجود داره قصد از بین بردن ملت ایران داره. وقتی که کشورهایی مثل سازمان جهانی یا سازمان بهداشت جهانی یا کشور آمریکا، کشور دبی یا اینهای دیگه محصولات برای این موضوع میفرستن، و اینها اینا در بازار میفروشن، یا که میبرن در برای سوریه میفرستن، آخه این چه نوع حکومتی که به فکر مردمش نیست؟ چطور میتونه این وجدان داشته باشه؟ وقتی آقای ادوارد ظریف مینویسه در توییترش حدود چی داره، ما اینا رو باید در آینده جوابگوی ملت ایران باشن. آقای خامنه‌ای که در میاد به طرز احمقانه میگه آقا برید دعا بخونید، ایشون نمیدونه این مسئله چقدر حساسه و چطوری از بین میره، چطوری ملت در حال از بین رفتن هستن. اینها موضوعاتی هستن جناب دکتر نر. بله بسیار متشکر قربان. حالا با توجه قبل از من سوال دوم مطرح بکنم، با توجه به فرمایشتون برای من چند سوال فرعی مطرح شد، من به فرستار خدمتون عرض میکنم. خواهش میکنم خلاصه بفرمایید. اونطوری که فرمودید، بنابراین ویروس در هوا وجود داره، و شخص حتی اگر بیرون خیابون هم میره پیاده قدم میزنه، احتمال این داره که این بیماری رو بگیره، اگه درسته. دوم اینکه مژده خوبی دادین که بالاخره یک روزنه عمومی پیدا شده برای داروهایی که میتواند جلوی این کار رو بگیره. اما در مورد اون قسمت که آقای اصلاً که مثلا رهبر سدلی، به قول معروف سدلی روزخان که آره شده رهبر، ایشون وقتی که میاد میگوید دعا بخوانین، خب رهبر کلشون قربان همین برنامه رو داشت. آقای
خمینی که باز اقلا این شهامت داشت که بگه من خوده کردم، دروغ گفتم. ولی اینها استادشون آقای خمینیه که در همون اوائل که پزشکان از یکی بعد از دیگری کشور رو ترک میکردن و به ایشون خبر دادن، ایشون گفتن خب برون اشکالی نداره، ما طلاب رو میذاریم 6 ماه پزشکی بخونن و کار مملکت انجام بدن. وقتی یه چنین طرز تفکری داری قوم تکلیف معلومه دیگه. بود عرض کنم که حالا سوالات بیشتری وجود داره در همین زمینه که پاسخ فرمودید، حالا ببینیم که فرصت چگونه خواهد بود، شاید من دو مرتبه برگردم به همین سوالات. اما قسمتی که الان اشاره فرمودید راجع به سازمان بهداشت جهانی، من میخوام جنابعالی چون دستن در کار هستیم میخوام بیدم واقعا این اقدامات سازمان بهداشت جهانی تا چه حدود کارساز بوده و بخصوص اینهایی که رفتن به عنوان تیم پزشکی در ایران و بررسی کردن، البته مقداری هم کمک های دارویی و جنسی همسان مختلف کردن، میخوام بیدم آیا اینا تا چه حدود درست کارشون واقعا علمیه یا فقط اونم در خود این بهداشت جهانی هم کار سیاسی شده. علت که من مطرح میکنم همونطور که اطلاع داریم یه تعدادی از پزشکان ایرانی یه نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی نوشتن که آقا این عده‌ای که آمدن اینجا و اومدن یه گزارش مطلوبی دادن که اینجا مبارزه به خوبی داره انجام میگیره، اینا مدعی هستن که چنین چیزی نیست، بلکه در مواقع مختلف دیده شده که اینا اصلا با بیمارستانی مراجعه نکردن، با بیماری صحبت نکردن، با پزشکی اصلا در تماس نبودن. البته من همین سوال در برنامه قبلی هم از سرکار بانو صفاتون کردم، ایشون معتقد بودن که گزارش درست بوده. حالا من میخوام ببینم نظر جنابعالی در این زمینه به چه ترتیبه. آیا اینها که تقاضا کردن، مثلا پزشکان ایرانی که بیایید شما با پزشکان ایرانی تماس بگیرید و تا ما واقعا واقعیت به شما نشون بدیم، میخوام ببینم این اقدامات تا چه حدود عملی هست و آیا این سازمان بهداشت جهانی تونسته این وظیفه‌اش رو انجام بده یا خیر؟ بابا خیلی متشکرم، البته سوال زیاده ولی من میخوام جناب عالی بیشتر گوینده باشین تا بنده رو به وقت شما رو بگیریم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم جناب دکتر نستگرامی. در مورد قسمت سوال اول که گفتید این ویروس در هوا، این ویروس به مدت 6 ساعت تا حتی ممکنه چند روز در هوا باقی بمونه، در جاهایی که بخصوص روی سطح‌های کهن یا حتی بر روی لباس. به این خاطر اگر که ما بتونیم این بهداشت رو رعایت بکنیم میتونیم خیلی جلوگیری بکنیم. این که بله، این به مدت 6 ساعت این حساب کردن میگن که اینا، ولی ما باید بیشتر مواظب باشیم که ممکنه تا چند روز در هوا باشه و بعد از مدتی خشک میشه و از بین میره. اما در مورد سازمان بهداشت جهانی که گفتید، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. سازمان بهداشت جهانی سیاسی شده یا نه؟ سازمان بهداشت جهانی در مورد چی خبر داشت؟ کشور فرانسه، آلمان، انگلیس اما هم در مورد چی خبر داشتن؟ ولی از اونجایی که نمیخواستن چین رو بقولن آزرد خاطر بکنن، چشم گذاشتن بر روی این موضوع. در مورد ایران هم وقتی که وضعیت به وضع بسیار حادی رسید رفتن در ایران، و در ایران هم اینا که نتونستن جایی برن، کدام بیمارستان رو دیدن؟ کجا رو دیدن؟ جایی رو که اونها بردنشون، اینا که به دلخواه خودشون نمیتونستن اینجا برن، جایی رو برن بازدید بکنن. صلیب سرخ که نبودن و دولت ایران هم هیچ وقت اجازه نمیده بهشون، بردنشون در جاهایی که بله وسایل خیلی خوب گذاشتن و همه هم افراد دارن سرمون رو گنده میخندن و شادن و خوشحال هستن، به اینا برمیگردن جواب میدن بله بسیار خوبه. نه، در اینجا سازمان بهداشت جهانی اون وظیفه اصلی رو که داشت انجام نداد. پزشکان ما، پزشکانی که واقعا نامه رو نوشتن درست میگن و اونها هستن که در مرحله مرض خطر قرار دارن. من واقعا سپاسگزارم از این همه همکاران، به پرستاران، به یاران که چقدر زحمت میکشن و در مرز بهداشت سازمان بهداشت جهانی میتونست خیلی بهتر کار انجام بده. البته بعدها گفتن در جاهای دیگه که بله وضع خیلی بده و خطر، ولی در این موقع سازمان بهداشت جهانی
اگر چرا این همه محصولات میخواست بفرسه؟ چرا به کشورهای دیگه گفتن که برید کمک بکنه بهشون؟ برای که در ایران ما وضع بسیار بسیار وخیم جناب دکتر هست و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک منبعی که بتونه بهداشتی رو در دنیا کنترل کنه در این موقع چشم پوشی کرد و اون هم مقصر از چین بود که باید انجام میداد ندادن. از این نظر من با شما موافقم. بله، عرض کنم که حالا قبل از که سوال بعدی رو مطرح کنم دو مرتبه وقتی شما پاسخ می‌فرمایید برای من سوالات مطرح میشه. این مسئله ایران خب تکلیفش معلومه و این حکومت نالایقه. این چگونه است که در کشوری مثل ایتالیا اونجا نرخ مرگ و میر بسیار زیاده، هم ابتلا بیشتر بوده به نسبت بقیه کشورها و هم مرگ و میرش بالا بوده؟ این حالا بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم. بله، ایتالیا هم به همین صورت به خاطری که یکی از جریانی که وجود داره این ویروس ووهان یا ویروس چاینا یا ویروس کرونا در اون مرکزی که بوده اونجا یه مرکز تجاریه، اون شهر یه مرکز صنعتیه، بسیاری از این تاجران و بسیاری از ایتالیایی ها در اونجا مسافرت میکنن. همه این پیدایشی رو که در دنیا به وجود اومده و به این وضع خطرناک رسید در به وسیله مسافرت کردن ها بود، رفتن ها و دیدن ها و بازگشتن ها، و وقتی که میان و این و مراقبت نکردن، دولت ایتالیا هم مطابق دولت دیگه به این موضوع اهمیت ندادن تا اونجا که ویر شد و دیدن داره وضع به حال وخیمی در میاد، ولی دارن سعی میکنن جلوشی بگیرن. اینا همش برمیگرده دکتر نصر گرامی بی توجهی خود انسان ها که خبر ندارن، تقصیر ندارن، اونا که نمیدونن وقتی میاد بعد از 14 روز بیماری دچار میشه اون موقع میفهمن، وقتی میان و دولت ها اون موقع خبردار میشن میرن بیمارستان ها، اون موقع نگاه میکنن، وقتی به پدیده جدیدی رو که چین اعلام میکنه تازه متوجه میشن. تا قبل از که چین اعلام بکنه همچین مشکلی داره کدوم یکی از کشورها به این موضوع اهمیت میداد؟ هیچ کدوم. و این مطلب بسیار بالا گرفت. ایتالیا به این صورت الان خیلی وضع بده. بله، در ایتالیا وضع بده، در فرانسه به همین صورت و همچنین در جاهای دیگه که داره اتفاق میفته. اینا به خاطر دکتر نشک بخواد این بود که افراد این میگم که دولت ها که باید میفهمیدن نفهمیدن، سهل انگاری کردن، سهل انگاری شون بود. بله، بسیار متشکر. حالا در اون قسمت مربوط به خفاش که فرمودید، اینطوری که پیداست حتی در چین چون همه چیز رو میخورن به علت جمعیت زیاد یا خفاش هم یکی از غذاهاست و شاید به همون وسیله شاید یکی از دلایل توسعهش هم بوده. حالا فرمودید که اینا دیر متوجه شدن. جمهوری اسلامی هم به خلاف نظر رهبرشون آقای خمینی دیر متوجه شد. به چه ترتیب این بود که ایشون قرار بود که تعدادی طلابی رو مأمور بکنه برن اینها ظرف 6 ماه پزشکی بخونن و بتونن درمان مملکت رو در اختیار بگیرن، چون کوتاهی کردن حالا متوجه شدن که بایستی به نیروی گلوله متوسط بشن. این است که اومدن سپاه و ارتش و مأمور مبارزه با این بیماری کردن. ما همیشه تصور بر این بوده که مبارزه با بیماری باید به وسیله پزشکان انجام بگیره، ولی این پدیده در ایران رخ داده که می شود این کرونا و هر بیماری رو به زور ارتش و سپاه اینو درمان کرد. البته آقای روحانی که یه چرخ پنجم بیشتر نیست اینجا، ایشون برای اینکه از قافله عقب نباشه اومده اعلام کرده برای این ستاد تشکیل شده و دستورات این ستاد لازم الاجرا برای همه سازمان های دولتی هست و مثل دستورات شورای امنیت ملی همه باید این رو در نظر بگیرن و لازم الاجرا کنن. عرض کنم که حالا هنوزم، ولی هنوزم که هنوزه با این که این دستورات دادن و این ستادم تشکیل دادن، هنوز این آقا دروغوی قرن باسم بر این عقیده است که این به وسیله استکبار جهانی به ایران آمده و به جای مبارزه دارن یه مقداری رجزخانی میکنن. میخواستم جناب عالی قربان نظرتون راجع به این که آیا ستاد و تشکیل به وسیله
نیروی نظامی، آیا این قابل مبارزه هست یا خیر؟ خیلی متشکرم. جواب من بسیار کوتاه، نه، اینا نمیتونن به وسیله نظامی بخوام کاری بکنن. اینا اگه قصدشون ایران رو پادگانی بکنن اون یک چیزی دیگر. این مسئله به پزشک و بیمارستان و افراد مجرد احتیاج داره. وقتی که اینها خبردار شدن بعد از جلسه ژانویه امسال گفته شد چین اعلام کرد، چرا شرکت هواپیمای ماهان مرتب در روز چندین پرواز از تهران داشته باشه به شهر یوهان بره و بیاد، تا تاجر یا افرادا یا اینایی را که داشتن ببرن و بیارن؟ اینا اولا مرکز شیوع بیماری رو ما میتونیم ببینیم که از کجا بود و چطوری هم وارد ایران شد. و ای که اینها بخوان بیان و برن از این نظر کنترل میکنن، اینا البته تظاهر میکنن به مثل چین میخوان رفتار بکنن. چین با اون رفتاری که داشت بله خیلی قوی تونست امر کنترل، ولی مردم ما که اون نیستن و هم کشور ما هم آمادگی نداره. ایران میخوان چه کار بکنن؟ برن با سپاه میخوان به مردم بگن آقا نه بیرون، همین الان ملت خوب بلند شدن رفتن ای برو برا. این روش نیست، بلکه آگاهیه. ولا سپاه رو بردن تو خیابون گذاشتن، میخوان چه که بخوان به مردم بگن آقا بلند شدن تو خونه هاتون، میخوان درش از مردم بر حرکتشون جلوگیری کنن؟ نه، خود سپاهیان در خطر هستن. آیا این موضوع را متوجه هستن؟ مگه سپاهیان فکر میکنن به خاطر ماسک یا به خاطر چیز کرد ایمنی دارن که میتونن؟ نه، این ویروس هیچ کس رو نمیشناسه به این صورت که بخواد باشه، و این اشتباه محضه که دارن انجام میدن. قصد اینها البته سرکوب بیماری نیست، بلکه ایران رو به صورت پادگانی کردن در میران. جناب دکتر نصر گرامی، اینها خواهان این هستن که ایران رو نظامی بکنن، در واقع کودتای نظامی که آقای خامنه ای دستورش رو داده میخواد بکنه. بلا پزشکی که این معارضه میکنه، بی پرستاره که باید مواظب باشه، افراد هستن که باید آموزش پیدا بکنن، آگاهی پیدا بکنن، نه سرباز نظامی که داخل خیابون میخواد بره به صورت سپاه باشه. سپاسگزارم. البته در بعضی از کشورها از این نیروی نظامی داره استفاده میشه، متعاون اونا به عنوان یک گروهی هستن که امدادگر هستن و در زمینه بهداشتی و کمک‌ها رسیدن وسایل و اونا اقدام میکنن. ولی اینها اصلا فراموش کردن که همونطور که فرمودی مسئله پزشکیه و از ریشه باید درمان بشه، ولی خب اینا فکر کنن که با زور میتونن این کار انجام بدن، چون یه چیزی گفته میشه شبیه مثلا کره شمالی خواهد بود با این ترتیب. و البته هم که اشاره فرمودید برنامه چیز دیگری است، برنامه این است که اینها این کودتایی که همیشه زمزمش بوده و گفته میشه که اینا به این خاطر است که روم و وحشتی ایجاد بکنند و بتوانند اون کسانی که مورد توجهشون نیست اگرم تا به حال خودی بودن به صورت بیگانه باشن و اینا در سطح سیاست عمومی کشور ترد بشن و اونجا زمینه فراهم بشه برای جایگزینی مشتبه خامنه‌ای. البته این مطالبش گفته میشه، هیچ گونه سندیت نداره، ولی در هر صورت این در افواه شایع هست. ولی این که اینها دارن مملکت پادگانی میکنن شک و تردیدی نیست. حالا قربان، پرسش بعدی بنده یه مقداری جزئی تره. من این است که آقای استیون منوچین، ایشون وزیر خزانه داری آمریکاست، ایشون اعلام کرده که این اثر اقتصادی این ویروس لااقل در مورد شرکت‌های هواپیمایی از اون حمله 11 سپتامبر 2001 دوقلوها رو به اصطلاح بیلدینگ‌های دوقلو رو مورد حمله قرار دادن، اثر اقتصادیش بسیار بسیار وخیمتر و بیشتره. به همین علت هم است که میبینیم بسیاری از این شرکت های هواپیمایی در آمریکا خطوطشون رو تعطیل کردن. حالا در این فاصله گفته شده که چندین بار چین خواسته به جامعه جهانی بقبولونه که این ویروس دست ساخت آمریکا بوده.
کردن شما پاسخ این صراحتا فرمودی که چنین چیزی نیست، ولی در هر صورت یه چنین چیزی در بین روزنامه ها و از رسانه ها مطرح شده بوده. آمریکا متقابلا میخواد ثابت کنه که نه خیر، این اگرم بوده در ساخت خود چینه و از اون کشور صنعتی، از اون واحد صنعتی، استان صنعتیشون ووهان اومده بیرون. حالا نتیجه این شده که آمریکا چندی پیش چند نفر از این خبرنگاران اصلی چین رو از آمریکا اخراج کرد، به علت اینکه عنصر نامطلوب تشخیص دادن و گفتن که اینها فقط خبرنگار نیستن بلکه عنصر خارجی هستن، یعنی خلاصه جاسوس هستن. الان هم چین متقابلا همین کار انجام داده و اخیرا اعلام کرده که این خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست و عرض کردم که استریت جورنال هم اینها بایستی کشور رو ترک بکنن. حالا این واقعا این اصل قضیه که این اتهامی است که به هم وارد میکنن، شما پاسخ فرمودید آیا حقیقت داره یا فقط این بیشتر پروپاگاندا و تبلیغات برای مبارزه به اصطلاح جنگ سرد بینشون هست؟ سپاسگزارم، سوال بسیار جالبیه. البته من فکر میکنم این بیشتر برگشت به اون موقع که آقای ترامپ همیشه میگفت که این یک پرزیدنت ترامپ این یک ویروس خارجیه، بعد گفت ویروس چینه که از اومده و دولت چین همیشه، دولت کمونیستی همیشه همینطور بودن که هیچ وقت نمیخوان یه چیزی رو که هست قبول بکنن و در مقابل اون حرکت نشون میدن. آقای ترامپ خب حق داره که بگه ویروس چین، خب از چین به وجود اومده، ولی چین میخواد اینو به منتقل بکنه به دولت آقای ترامپ، بگه سربازهای آمریکایی اومدن و مانور دادن و آوردن، چیزی بی اساسیه. ببینید دلیل، من دلیلی نمیبینم برای که آتش مرکز بیولوژیکیه که چین داره تو شهر ووهانه و ما دو مرتبه دیدیم این ویروس ها از اون شهر، از اونجا بلند اون ناحیه اومدن و دلیل این همش برمیگرده رو بازی های سیاسی که هست. بقولن بازی سیاسی شون آقای ترامپ گفته و آقای پرزیدنت چین قبول نکرده، برخورده بهش و اینا، که نه همچی چیزی نیست. نه من فکر می کنم آقای ترامپ هم داره بگه کشورش میخواد نجات بده و دروغ هم نمیگه و این راست، حقیقت خوب از چین اومده. حالا میگم بگذاریم از خیلی از مسائل های دیگه که کانسپیرسی تئوری هایی که وجود داره گفته میشه، ولی این حقیقت است. حالا چین داره عکس العمل نشون میده، آمریکا هم عکس العمل نشون میده. این بازی سیاسی بوده، تو جنگ سرد ما دیدیم موضوع رو اون موقعی که با اتحاد جماهیر شوروی. بله خیلی متشکر. عرض کنم که حالا بنده یه سوال عمومی‌تر دارم و اون این است که جناب‌عالی به طور زمینی فرمودید چگونه این ویروس تکثیر بشه و بعدم به صورت تصاعدی ابتلا ایجاد میکنه. ما الان در ایران با دو تا ویروس مواجه هستیم، یکی همین ویروس کرونا و یکی هم یه ویروس قدیمی تر به اسم آخون و سیستم رژیم جمهوری اسلامی. حالا جناب‌عالی باز بیشتر توضیح بدین در مورد روش تکثیر این بیماری، یعنی این ویروس چگونه تکثیر میشه. من ضمناً میخواستم اینجا فقط عرضی بکنم که چگونه ویروس آخون تولید میشه. اینم در این زمینه هم اگه جناب‌عالی خواستین روی عرض بنده اظهار نظر میخواهیم. و این است که جامعه آخون یا طلبه اینها هیچ گونه محصولی ندارن، یعنی فقط کسانی هستند که روی گرده مردم سوار شدن، حالا به هر اسم رو اعتقادات مردم هر چی بوده، و اینا میگن که ما رابط شما هستیم با عرض کنم که امام زمان و امام زمان هم وصل میشه به پیغمبر و پیغمبر هم از جانب الله مأموریت داشته و از این قبیل قصه ها، و بعدم میگن شما مردم نمیفهمین و ما هستیم که میتوانیم این قواعد مذهبی رو برای شما تشریح بکنیم، که خودش داستان مفصلیه که عرض کنم که احادیث رو درست کردن، حل المسائل درست کردن، عرض کنم که راجع به سنت پیغمبر صحبت میکنن. و حالا
اینها غیر از این که واقعا بیان اینجا و فقط به علت این دکانی که باز کردن و مردم فریب بدن هیچ کار دیگری ندارن. این است که ادعی که از همه جامعه به نظر من به ممکن من اشتباه عقب مانده تر هستن و تن پرورن و دنبال نام مفت میگردن و اینکه هیچ کاری نکنن، اینا میرن طلبه میشن. و اگر شما آمار نگاه کنید از این طلبه ها، اکثرشون آدمایی هستن که اونچنان سواد و هوش سرشاری ندارن. البته اون بسیار باهوشاشون هستن و اونا بیشتر میتوانن مردم رو بچاپن، ولی خود این آخون تکثیرش در این حوزه های علمیه و از اون به اصطلاح طبقه‌ای هستن که به هیچ وجه این توانایی و هوش سرشار رو برای رسیدن به مقامات ندارن. ولی خب حالا داستان های مختلفی که در مورد اینا هست به جای خود اینه. حالا من میخواستم، من تکثیر آخون رو گفتم خدمتتون، میخوام جنابعالی هم راجع به تکثیر این ویروس یک کمی بیشتر توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم. بله، همونطور که قبلا گفتم، این ویروس وقتی وارد سلول میشه به اون دستگاه پروتین سازی سلول استفاده میکنه برای تکثیر خودش و به مقدار بسیار زیادی که برسه تمام کنترل بدن رو به عهده میگیره و اون شخص رو از بین میبره. و معمولا این ویروس کرونا بهش میگن مالتای ارگان ویروس، یعنی به قسم تمام بعضی از دستگاه های تنفسی، مجاری و قلب و مغز و اینها هم اثر میذاره، چون اون ماده اون رسپتور مخصوص دارن. اما در موردی که این ویروس آخوندی را بگم، جناب دکتر، 500 سال پیش وقتی که اتفاق در دنیا افتاد و رنسانس شروع شد، کلیسا پی برد که علم میتونه کمک بکنه بعد از طاعون سیاه، ولی در همزمان با اون در دولت عثمانی که به وجود اومد شیعه‌گری آخونده به وجود اومدن. آقای مجلسی یک دست یک تنه شیعه‌گری رو در ایران احیا کرد به وسیله داستان‌های خرافی که داشتن و این آخونده رو از لبنان و اونایی که آوردن، برای که اونا میدونستن که به وسیله وقتی مردم رو گمراه نگه بدارن میتونن بر مردم سوار بشن. دانش همیشه علم با اینا مخالفت داشته، اینا نمیخوان قبول بکنن. وقتی آخوندشون میاد کتاب پزشکی رو آتیش میزنه، ولی الان دنبال اینه که دانشمند بره و براش دارو پیدا بکنه، دیگه چی بگم جلال، مقصر اینا هستن. و این ویروسی رو که در اونا وجود داره تکثیرشون هم متاسفانه بسیار زیاده، چون برای مفخوره خیلی آماده هستن. سپاس کنم. بسیار متشکرم. ما وقتمون تمام، تمام یه سوال آخر بعد عرض میکنم خیلی کوتاه بفرمایید. و این است که چون همطور که به طور زمینی اشاره فرمودید اثر اقتصادی این محدودیت های قرنطینه در سطح جهان بسیار زیاده، حالا جنابی بودید در این که داروی داره کشف میشه یا داروی وجود داره میتونه استفاده بشه، به نظر جنابی این آثار اقتصادی این ویروس کی میتواند از این بره؟ یا به عبارت دیگه این قرنطینه کردن مردم به وسیله دولت به وسیله خودشون تا چه زمانی باید طول بکشه تا مردم مثل گذشته بتوانند آزادانه فعالیت های اقتصادی خودشون داشته باشه؟ از این سوال جوابش بسیار مشکل، من میخوام نظر جناب عالی بدونم. نه، خیلی تشکر میکنم جناب دکتر. نه، این بیماری اگر که به صورت خود سرماخوردگی به نظر میاد، معمولا افرادی که بگیرن اگر توجه بکنن دیدن که یک مقدار سرماخوردگی بعد خوب میشه، ممکنه این ویروس داشته باشن، ولی خب بدنشون قوی بوده و اگه جوان هستن، بچه هستن یا بدن میتونن مقاومت بکنن میره. ولی اگر نه، اگه بدونن که مقداری دارن، بهتره تا 14 روز حداقل خودشون رو قرنطینه بکنن. و به نظر میاد که در کشورهای دیگه هم که هست این موضوع رو تا میخوان تا ماه جون و یا حتی تا ماه آگوست ادامه بدن این قرنطینه رو کردن. چرا؟ به خاطری که کم و مسئله بهداشتی خیلی سنگین تر از اینه، وسایلشون کمتره، با همه که کشورهای پیشرفته هم هستن و میتونن دارن تولید هم میکنن که بتونن برسن به اون کمک بکنن، ولی مراقبت کردن و اثر به اقتصادی این ویروس برای از بین بردن مردم بسیار زیادتره و دولت ها روی این موضوع کمک میدارن، سعی میکنن این موضوع رو انجام بدن، ولی سی کشور ما متاسفانه این کار نمیکنن. در اثرات اقتصادیش بسیار زیاده جناب.
بسیار متشکرم جناب دکتر لاهوتی، به اصطلاح آموزش های ارزنده ای به بنده لاغر فرمودید. امیدوارم که در جلسات آینده راجع به مسائل بهتری صحبت بکنیم در خدمتتون. چون وقت تمام هست در خدمتتون بدرود عرض میکنم با عرض تشکر بسیار زیاد جناب دکتر لاهوتی. منم تشکر میکنم از شما جناب دکتر نصر و هموطنان گرامی برای این وقتی که در اختیار من گذاشتید با شما باشم. سپاسگزارم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. بدرود دوستان. بدرود. با سپاسگزاری از همه بینندگان، اگر نسبت به بیانات جناب آقای دکتر لاهوتی که واقعا این کار در تخصصشون هست، بینندگان پرسشی، نظری، پیشنهادی داشته باشن، لطف بفرمایید به این تلفن هایی که در روی صفحه ملازم فرمایید 650-619-26-23 و یا 832-277-7748 لطف بفرمایید پیام بگذارن، در اولین فرصت خدمتشون پاسخ داده خواهد شد. بسیار متشکر. چون وقت تمام است، پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. چنگ و دندان گشایی ما یار